سلام، آخوندی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟ مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم. بفرمایید. خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان مثلا پرداختش برگردونیم به مقصد بیمارستان ابوذر؟ آره. به چه علت آقای مکوندی؟ ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم. شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمم به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کم میکنم. فرخ مددی هستم، فرخ مددی مکوندی، ساکن اهواز، متولد 1351، راننده شرکت تپسی هستم. دو سالم شرکت تپسی کار کردم. ابتدای کرونا بازار کار ما ضعیف شد، مثل بقیه مشاغل کلن ضعیف شد، ولی به مرور باز برگشت به سیستم خودش و فعالیتمون خوب شد، افزایش پیدا کرد. قبل از اینکه راننده باشم، من بازم راننده بودم، ولی راننده ماشین سنگین بودم، کامیون داشتم. حالا بر اثر اتفاقاتی که تو زندگیمون افتاد و کسای عزیزایی که از دست دادیم، دیگه بر حسب اتفاقات ناگوار رانندگی گرایشمون به شغل کمتر شد، فاصله گرفتیم، تا دیگه فاصله کلی گرفتیم، یعنی اقدام به فروش ماشین کردیم. اومدیم تو بازار کار، گفتیم شاید اینجا پیشرفت کنیم. رستورانی زدم که متاسفانه اونم آتیش گرفت، از بین رفت. ناچارن، نه که شغل بدی باشه، با ارزشه، به شغل راننده تاکسی رو آورده. خودتون اطرافیانتون تا حالا کرونا گرفتین؟ خود من گرفتم. کی؟ 4 ماه 5 ماه پیش. بس ریالی نبود. چندین مسافر من به مقصد رسوندم، میگفتن کرایش افزایش پیدا کرده، حقوق دیر پرداخت میشه. شاید بیانشم خوب نباشه، حقوق دیر پرداخت میشه، وضع معیشتیشون من احساس کردم شاید نباشه، شاید وضع معیشتی ضعیف نباشه، ولی من اینطور احساس کردم، چون چندین مورد مخصوصا کادر پرستاری از افزایش قیمت کرایه ناراضی بودن. در صورتی کرایه هم افزایش پیدا نکرده بود، چون سوخت افزایش پیدا کرده بود، قیمت سوخت یه تغییراتی تو کرایه صورت گرفته بود. از اون لحاظ من احساس کردم این گروه بیشتر از بقیه اقشار جامعه دارن یه افزایش کرایه لمس میشه براشون. روی اسب پیش خودم گفتم اینا تعدادی نیستن، حدودی نیستن، وظیفه دونستم که دیگه ازشون کرایه نگیرم. حالا یا به صورت آنلاین پرداخت میکردن من برمیگردوندم، یا خود شرکت تپسی بعضی موقع گردن میگرفت که میگفت آقا مهم نیست، کرایه از پرداخت برگردونده میشه، نمیخواد از حساب شما کم شه، یا به صورت نقدی اصلا ازشون نمیگرفتم. وقتی تصمیم گرفتین چه این کاری بکنی، فکر میکنی باعث صحبت های شما منتشر بشه؟ اصلا فکرش نمیکردم، ولی شرکت تپسی از من اجازه گرفت، 2 روز قبلش از من اجازه گرفت، گفت یه وایسی از من نمیدونستم چیه، بعد گفت که میدونستم در این ارتباطه، ولی نمیدونستم چه فایلیه، خدا شاده گوشش هم نداده بودم. بعد گفت میخوایم پخشش بکنیم، از نظر شما اشکال نداره؟ منم فکر کردم اینه تو به قول معروف توی این اینستاگرام تو اون میذارن و پخش میکنن که مثلا همکارا ببینن، مثلا این روحیه به قول معروف این روش کار کردن و گذشت ریالی و اینا نه بگذرن، راننده ها یاد بگیرن یه گذشتی باشه تو شغلمون، یه انعطاف شغلی باشه. بعد از او دیدیم فردا بیشتر شد تعداد تلفن‌ها، تا روز دوم بود که من دیدم به این وسعت این وایس دست همه هست. جمله‌ای که بخوام به مسئول بگم خدمت شما، من پرستار سوار کردم، از بیمارستان رازی تا گلستان گریه می‌کرد. شایدم حالا او خانوم خودش راضی نباشه من اینو بیان کنم، ولی قابل تقدیره. من ارتباط نزدیکی با مسافرم دارم، چون چندین ساله باشون کار میکنم، خیلی آنو به فامیلی میشناسم، خیلی ها تا میاد سر صفحه موبایل میدونم کی هستن. بعد گفتم
گفتم اتفاق ناگواری افتاده، چیزی شده. بعد گفت که امروز تو بیمارستان رازی از یه خانواده 6 نفری یه نفر موند. خدا شاده، مثل این که بستگانشون بود، اوطوری گریه میکرد. بعد بهش میگفتم خب دیگه اتفاق افتاده، و میگفت 14 روز ما با اینا زندگی کردیم. بعد امروز میدیدم دونه دونه پشت سر هم دارن از بین میرن. صبح که اومدم دیدم مثلا 5 میرفت دیگه خود شدم. ای پرستار چطور باید ازش تقدیر کرد؟ با 6000 تومان کرایه؟ با 7000 تومان کرایه؟ با تبلیغ؟ با کلیپ؟ با کلیپ و تبلیغ و تقدیرهایی طوری نمیشه ازشون تقدیر کرد. باید درکشون کرد. باید فهمید کسی که شب از خونش بلند میشه، روز طی یه روز کاریش، هر شغلی، خانقا یه اتفاقات شیرینی افتاده، یه چیزی شنیده، یه به قول معروف لطیفه شنیده، اینه میبره برای خانوادش بازگو میکنه، میگه من این لطیفه نشنیدم، این اتفاق افتاد. خانواده نه مهمون میکنه به این اتفاق شیرینی که در طول روز برای من افتاد، برای شما افتاد، برای آقای دیگه افتاد، خانم دیگه. به نظر شما یه پرستار وقتی رفت خونه میخواد پیش خانوادش چی تعریف کنه؟ بگه پسر 6 ساله فوت کرد، خبر فوت بچه ندادم مثلا به مادرش، به پدرش. پرستار خیلی کارش با ارزش‌تر از اینه توی مقطع. وضعیت زندگی خودتون هم چطوره؟ یه توضیح در این زمینه بدیم. و اینکه ساکن کدوم منطقه هست؟ من ساکن زیتون کارمندی هستم، شکر. هر کی تو زندگیش درد داره، سختی داره، این که نمیشه بگیم هر کی اون که ما از نظر معیشتی در سطح بالایی باشه، اونی که در مزیقه باشه، خانواده‌ها یه مشکلات خاص خودشونه دارن. من یه مسافری داشتم، زاین نخایی داشتن، اینه من میبردم فیزیوتراپی، میبردم کاردرمانی. خیلی آروم، ساکه، تودار، منزوی و گوشه‌گیر شده بود به حسب اتفاقی که چون توانایی کامل داشت. بعد یه حادثه دستش بده سخته. بعد از این توان پرداخت همچی به قول معرف هزینه درمانی برایش سخت شد، معرفیش کردن به بهزیستی. بهزیستی یه مکانی داشتن، کار درمانی بود، میرفتن ورزش میکردن، حالا به هر صورت آب درمانی داشت، امکانات خوبی براشون گذاشته بود. بعد از 4-5 جلسه که من اینه بردم اونجا، بعد دیدم به حرف اومد، شروع کرد صحبت کردن. مسافری که حرف نمیزد بعضی جاها لبخندم میزد. بعد که ازشون پرسیدم، گفتم از نظر روحی به پزشک مراجعه کردین؟ پزشک اعصاب؟ بعد گفت که نه. گفتم میبینم روحیت عوض شد. گفت خدا شاهده کسایی توی محیط دیدم که درد خودشون درد من پیش اینا هیچه. یعنی اینقدر دردشون بزرگ و سخته که درد من هیچه. از اون موقع فهمیدم درد من هیچه. الانم کسایی هستن با مشکلات خیلی وسیعی تر از من که مشکلات من پیششون هیچه. من دیپلمم، دو تا بچه دارم، یه دختر یه پسر. مدرسه میرم؟ بله. پارسا پسرمه که کلاس هفتمه، نیوشه هم که دخترم اول دبستانه. ممنونم، دست شما.